إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سيدنا ونبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه قصص حق حق و حقیقت داستانهای قرآنی در واقع برامون درس ها و پیام های بسیار زیادی رو به همراه داره همه ای ما نیاز داریم به این که بدونیم از کجا اومدیم و به کجا برخواهیم گشت همه ای ما کنشکاو هستیم که بدونیم ابتدای این خلقت و آفرینش کجا بوده و انتها به کجا در نهایت به کجا منتهی خواهد شد قرآن کریم لحظه های متعدد و انتخاب شده ای از مسیر آفرینش رو برامون یاد آور شده تا با این نقطه های تی شده نکته های پیش روی ما روشن بشه مسیر آینده ما برامون توضیح داده بشه الله مطال در سوره انبیا آیه سیوم سوره انبیا برامون یکی از مهمترین سوالات و پرسش هایی که قرنها ذهن پیوهشگران و کیهانشناسان رو به خودش مشغول داد رو به طور مختصر برامون جواب بده و قصه ای از سرگذشت حق بشریت رو که مرتبط است با خلقت جهان برامون میگه که این سماوات و این زمین کل اینها با هم یک جا یک پارچه بود با هم یک جمعی بود که ما این رو از هم جدا کردیم با هم آمیخته فشرده شده بود که ما این رو درش فتقی رو ایجاد کردیم و جدایی رو پدید آوردیم تعبیر دقیق قرآنی که با علم امروز تطابق کامل داره در سیاق و سباق یکتایی و عبودیت پروردگار متعال در سوره انبیاء میاد و در این سوره جالب اینجاست که همونطوری که بد خلقت رو میاره انتهای خلقت رو بر همین اساس روشن میکنه وقتی که بد رو ما دونستیم انتها رو هم دونستیم به طور دقیق با هم دیگه میتونیم وصل کنیم خیلی راحت وقتی شما دو نقطه معین رو در یک صفحه تونستی تعیین کنید وصل کردن بین این دو نقطه با یک خط مستقیم خیلی راحت هست ولی وقتی که یکی از این نقطه ها سر جای خودش نباشه خود طبیعتا خط میتونه به هر سمتی بره تعیین نیست که مسیر اون کجا هست ابتدا برام روشن هست انتها روشن است در بین خودتون باید تعیین کنید ابتدا برامون میگه که این آسمان ها و زمین یک جا بودند یک توده ای بودند توده یک جای یک پارچه ما اینها رو وسعت دادیم ما اینها رو از هم جدا کردیم ما اینها رو در اینها این فتق رو ایجاد کردیم یا به تعبیر امروزی این بیگ بانگ رو پدید آوردیم و جالب اینجاست که علم امروزی و اون چی که الان داریم با چشم مشاهده میکنیم البته با چشم مسلح میبینیم این هست که جای این جهان در حال گسترش و توسعه است یعنی اینکه حرکت به طور گسترده وجود داره این کهکشان ها, ها دارن از هم جدا میشن و فاصله بگیرم در سوره زاریات این مطلب رو به صورت خیلی جالبی وصف میکنه میگه و سما ابنیناها به ایدین و اینا لموسعون ما این آسمان رو با قدرت خودمون ایجاد کردیم پدید آوردیم ساختیم و ما این رو داریم وسعت میدیم اون فتقی که ایجاد شد یا اون بیگ بانگ یک اقتداری بود و هست و ادامه داره این فاصله ها داره بیشتر میشه وصف قرآنی هست قبل از چارده قرنه قبل داره قرآن به این صورت بس میکنه و امروز با چشم خودمون داریم میبینیم که این اتفاق داره میفته همه اینا در وصف الله متعال هست برای اینکه حاکمیت و سلطه او جایگاه و مقام او رو به خوبی درک کنیم وقتی که داستان و قصه حق ابتدا رو برامون قرآن کریم میگه و واقعیت موجود رو هم برامون بیان میکنه در سوره زاریات که داریم در حال وسعت و توسعه هست این جهان در سوره انبیا که ابتدا نقطه بد رو برامون توضیح داد یا اشاره کرد در همون سوره در آیه 104 میگه که یوم نطر السماء کطی سجل للکتب کما بدعنا اول خرق نعید اون چیزی که باز علمم عینا این مطلب رو به عنوان این نظریه تونسته بپذیره یه روزی هست که نتو السماء کطی سجل للکتب این آسمان آسمان در زبان عربی و تمام اون چیزی که خارج از سطح زمین هست بهش میگی آسمان تمام اطرافش آسمان گفته میشه اون روزی که ما تمام این فضا یا تمام این بگیم جهان رو مثل یک سجلی یعنی مثل یک کتابی اون رو تاش کنیم لول کنیمش کما بدعنا اول خلق نعیدو همونطوری که اول خلقت رو در اول خلقت رو ایجاد کردیم دوباره برمیگردونیم یعنی مثل اینکه همونطوری که فتق شد قبل از این رتق بود دوباره برعکس میشه رتق همه برمیگردن این انتهای جهان هست الله متعال خلاق است و علیم هست یخلق ما یشاء این انتها به طور مفصل ما در در آینده بشه خواهیم پرداخت به مفصل بحث قصه آخرت صحنه مختلفی که از آخرت ترسیم میکنه برای قرآن کریم که همه شو قصه حق است اتفاق نیفتاده ولی اتفاق خواهد افتاد ساخته ذهن و تخیل بشر نیست واقعیتی هست که بر مبنای اصول علمی قرآن کریم برامون یادآور میشه به طور آیه این دو نقطه ای که قرآن کریم برامون در بر داره حقیقت بد و خلقت و حقیقت نهایت این آفرینش جمع شدن این جهان دوباره بازگشت و برگشت اون به نقطه اولیه برامون پیام های متعددی رو داره اولی موضوعی که هست اینه که بدونین که این جهان رها شده نیست تیری نیست که از کمان اومد بیرون و تیرانداز برای هیچ تسلطی نداره نه تنها زیر نظر الله متعال مسیر رو طی میکنه و عمر معین خودش رو واسه پری میکنه بلکه با امر الهی دوباره برمیگرده به جای اول خودش با حکم الهی دوباره برمیگرده به نقطه ای که ازش آغاز شده سر محور ابتدا در این میان وقتی که این حاکمیت و این سلطه مستمر رو ما در ارتباط با الله متعال در ذهن خودمون جا میدیم به طور طبیعی هیچ اهدی نمیتونه به عنوان فرزند هیچ اهدی نمیتونه به عنوان جانشین هیچ عهدی نمیتونه به عنوان شریک هیچ عهدی نمیتونه به عنوان ولی تأثیر گذار در ضمن نظام او دخالت بکنه الله متعال بر این اساس یا با این مبنا به ما چی میگه؟ میگه که ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين بسمت الله بشده اون اللهی که این ابتدا رو آغاز کرد و این انتها رو هم ایجاد خواهد اون اللهی که از ابتدا و انتها در اختیار او هست هو الاول و الاخر اون اللهی که همه این جهان در زیر سلطه او هست این داستان رو در ذهن خودتون داشته باشید این حقیقت رو فراموش نکنید که شما شده نیستید همانطور که این جهان شده نیست همانطور که عظمت این جهان با این بزرگی از ابتدا تا انتها میلیاردها میلیارد ستاره و کهکشانی که در آسمان وجود دارند که هنوز ما نتونستیم بخش اندکی از این جهان با عظمت رو کشف کنیم با این عظمت زیر سلطه الله کبیر متعال هست با این عظمت زیر نظر پروردگار زلجلال هست در نتیجه من شما و همه انسان ها از زیر نظر او خارج نیستیم از زیر اقتدار او بیرون نیستیم از حاکمیت او مستثنا نیستیم خودمون رو از این واقعیت بیرون نگه نداریم این واقعیت رو و این حاکمیت رو مد نظر داشته باشیم زیر سایه این حاکمیت زندگی خودمون رو تنظیم کنیم اطاعت و عبودیت این حاکم اعلا رو به گردن بگیریم و عاقبت مسیری که در ضمن این حاکمیت پیش رومون هست رو از یاد نبریم این است داستان خلقت ما بدن اول خلق نوعیدون و جالب اینجاست که این اصلی که قرآن کریم در ارتباط با تمام خلق و تمام جهان آفرینش میگه عین این فرمول در ارتباط با تک تک انسان ها هم اتفاق میفته همونطوری که ابتدا من خلق شدم شما آفریده شدید دوباره بازیافت میشید دوباره انسان میشیم دوباره شکل انسانی خودمون رو به دست میاریم و در, این وز... در اون وضعیت محاسبه میشیم این چرخه ای هست که در حیات الله متعال بر اون پدید آورده و به ما ابلاغ کرده تا در نظر بگیریم که آسمان ها و زمین تمام این جهان آفرینش یک پارچه از یک ابتدایی داستانش شروع شد قصه حقیقت این آفرینش از یک نقطه شروع شد با هم پیوسته بودند و پیوستگی اونها اگرچه در ضمن یک نظام جدا ساز وجود داره ولی دارم از هم فاصله میگیرند و این فاصله ها دوباره برمیگرده به عقب و دوباره به همه اینها ها برمی گردن به وضعیتی که در ابتدا داشتن و در اون شرایط همه ای ما مؤاخذه و بازخواست میشیم همه ای ما به حالت اولیه برمیگردیم این بحث قرآنی و این پیام الهی گفتیم که یک فرمول فیزیک نیست یک وصف کیان شناسی نیست یک فرمول شیمی نیست یک حقیقتی هست که اتفاق افتاده و حقیقتی هست که اتفاق خواهد افتاد داستانی هست که ماجرایی هست که برای بشریت و برای تمام این خلائق از آغازش از این نقطه بوده و دوباره به این نقطه برخواهیم گشت با این مبنای قرآنی و با این اساسی که قرآن برای اون میذاره میبینیم که تمام داستانها تمام اون چه که به عنوان ماجراهای تاریخ گذشته و حقیقتهای وجود در حال و ماجرای اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد همه اینها با هم پیوند میخوره در راستای یک واقعیت و یک حقیقتی که اون واقعیت و حقیقت ما رو به عبودیت بندگی الله متعال بابستگی و دلبستگی به او پیوند میده و هماهنگ میکنه ما رو با جهان آفرینش و نظامی که این جهان آفرینش رو مدیریت میکنه هیچ احدی رو در این باب نه او شریک بدونیم و نه تأثیر گذار بدونیم و نه در این میان او رو فراموش کنیم بلکه همیشه به یاد او باشیم خودمون رو مرتبط با او بدونیم و یکتایی به بی همتایی او رو مد نظر قرار بدیم تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته